سلام خدمت شما عربی آموزان عزیز، با درس جدید در خدمت شما هستیم. به روش فیلم و سریال میخوایم ببینیم که در این مکالمه چی میگذره و یکی از روش های جذاب آموزشی است. خوشحال میشم کانال عربی ما رو سابسکرایب کنید، لایک بذارید، کامنت بذارید. در خدمت شما هستیم، بریم ببینیم چی میشه. ببینید، این جلو یک روحانی نشسته، این خود شیخه و اینا توی یک اتوبوس هم، توی یک مینیبوس هم، و این آقا که پشت این آخوند نشسته، پشت این حاج آقا نشسته، یک دختره هم اینجا سرش رو گذاشته رو شونه بنده خدا پیرمرده. این به این شیخ میگه العفو شیخنه. العفو یعنی ببخشید. وقتی میخوای مثلا یکی رو خطاب قرار بدی میگن العفو، العفو، تکرار کن، العفو شیخنه، شیخنه یعنی شیخ ما، شیخنه یعنی شیخ ما. شیخنا در عربی فصیح باید بگی شیخنا، اما در لهجه میگن شیخنه، شیخنه. تکرار کنید، شیخنه یعنی شیخ ما. این از این موضوع و ببینیم چی میشه. یک بار دیگه هم پس گوش کنید. العفو شیخنه یعنی ببخشید شیخ ما، ببخشید حاج آقا، ببخشید شیخ. های لبنیه، های لبنیه، های اینجا برای اشاره به مؤنثه. این همون هازا و هازهیه که در عربی لهجه به هازا میگن هازا، دو هازه، اما به هازهی میگن های، های یا های. های لبنیه، ابنیه همون بنته در عربی فصیح که در عربی لهجه بهش میگن ابنیه، ابنیه یعنی دختر، ابنیه یعنی دختر. های لبنیه یعنی این دختر. مع الاسف، مع الاسف یعنی متاسفانه، مع الاسف یعنی متاسفانه، مع الاسف. نایمه على کتفی، جتفی نوشته شده، اما چون تو عربی کیبورد چه نداریم از جه استفاده میکنم، اما تو تلفظ میگن چه. نایمه على کتفی، نایمه، نایم مثلا میخوای بگی که اون آقا خوابیده، باید بگیم نایم. اگه دختر خوابیده باشه بهش میگیم نایمه، نایمه یعنی خوابیده. علا، علا حرف جره یعنی بر، بر، علا بر کتفی، کتف من یعنی شونه من، کتف یا همون کتف، معنی کتفی همون کتفه. خوابیده بر کتف من، بر شونه من. کتف یعنی شونه، یه یعنی من، کتفی یعنی کتف من، کتف من. خب ببینیم بقیهش چیه. هذه ینحسب ذنب، ذنب یعنی این محاسبه میشه گناه، یعنی این گناه حساب میشه. هذه یعنی این کار که سرشو گذاشته روشونه من. ینحسب محاسبه میشه، ذنب یعنی گناه، ذنوب یعنی گناهان دیگه، ذنب یعنی گناه. هذه ینحسب ذنب یعنی این گناه حساب میشه. طبعا ینحسب ذنب، حاج آقا گفت طبعا ینحسب ذنب یعنی طبیعتا گناه حساب میشه. ینحسب حساب میشه بعد گناه، طبعا یعنی طبیعتا معمول، معلومه، اینجوری بگم معلومه که گناه حساب میشه، اینجوری گفت حاج آقا. اینجا حاج آقا برگشت ببینه چی گناهیه، این دختره رو ببینه. حاج آقا گفت ذنب عظیم هذه، یعنی گناه خیلی بزرگیه این. ذنب گناه، عظیم یعنی بزرگ، هذه یعنی این، این خیلی گناه بزرگیه. یک بار دیگه گوش کن. ذنب عظیم هذه. بعد بعد این حاج آقا چی میگه؟ میگه شسوی شیخنه، شسوی. این شسوی دو تا کلمه است، ش و اسوی که الفش هست شده، یعنی شنو اسوی که در تلفظ میگن شسوی یعنی چی کار کنم، شسوی یعنی چی کار کنم. اینو تکرار کن، کلمه پر کاربردیه. شسوی، شسوی یعنی چی کار کنم. شیخ نه، شیخ ما، شیخ حاج آقا، پس چی کار کنم. و شسوی شیخ نه یعنی چی کار کنم شیخ ما. دوباره گوش کنید. شرع یگول، شرع یعنی شریعت یعنی دین. شرع یگول، یکول نوشته ولی شما تو تلفظ بگید که یگول،
یعنی دین میگه، شرع میگه بود لازم هسه انت تقوم من مکانك. آج آقا گفت لازم هسه انت تقوم من مکانك، یعنی لازم یعنی واجبه، که هسه یعنی الان، هسه تکرار کن، هسه یعنی الان، انت تو تقوم بلند شی، من از مکانك، مکان یعنی مکان، که یعنی تو، از جات، لازم هسه انت تقوم من مکانك، یعنی الان واجبه که تو از جات بلند شی. تقعد بمكاني وتقعد بمكاني وتقعد بمكاني، تقعد يعني بشيني مكاني، مكان من، جاي من، يعني اجاد بلانشي، شهر ميجا اجاد بلانشي و بجاي من بشيني. واني اجلس واني اجلس مكانك ومن بشينم جاي تو. اينم این کلیپ، حالا دوباره هم براتون پلی میکنم با قصة الشيخنا. هاي البنية مع الأسف لا ما بعد تشت فيه، هذا ينحسب ذنب؟ طبعا ينحسب ذنب، ذنب عظيم. وش سوى الشيخنا؟ الشرع يقول لازم هسه انت تقوم من مكانك وتقعد بمكاني واني اجلس بمكانك. خب دوستان این کلیپ رو چندین بار حتما کلماتش رو کار کنید و برای خودتون نوت برداری کنید، هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها داشتید بپرسید، من پاسخگو هستم. لایک و کامنت فراموش نشه. در ضمن دوستانی که علاقمندن تو کلاس های خصوصی ما شرکت کنن میتونن به واتساپی که شمارش رو گذاشتم پیام بدن تا شرایط کلاس ها رو براشون اعلام کنید. موفق و معید باشید. خیلی دوستتون دارم. ابوذر صادقی.